آقای رئیس جمهور رو در رو میبینی و بهش چی میگی؟ صحبتی نداریم آخه با هم. کجا مطمئن بودی اینقدر که بیرانوند میمونه پرسپولیس؟ من هیچ وقت بعدی و با بعدی اصلا جواب نمیدم. من در حقش خوبی میکنم که طرف شرمنده بشه. یادم نیست چقدر کار اشتباه کردم که اصلا یادم نیست کدوم رو بعد بابا این همه گفتی چقدر تو خوبی چقدر فلان اینقدر کار اشتباه کردی؟ قبول داری با اسکوچیچ بد کردی؟ ببین من فکر میکنم حق خود آقای اسکوچیچ بود رو نیمکت تیم ملی بشینه، به خاطر اینکه یه تایمی رو تیم تحویل گرفت که اصلا احتمال بود از گروه بالا نیاد، دور مقدمات هیچکی هستن، ولی اومد گرفت، چه نتایجی گرفت، چه اتفاقاتی افتاد بعدش که من اگه بودم حقو با آقای اسکوچیچ میدادم، باید رو نیمکت تیم ملی میشه. استقبال بد رقم خیلی اصلا خوراکمون ما. آره دیگه، پول رو دادیم به کیروش و آره. بکش هم میدونیم چه اتفاقایی هست ولی نمیشه گفت دیگه، خدا داند. آره واقعا میگه الان سرمربی یه تیمی دقیقه 90 و اگه پنالتی تیمتون گل بشه شما قهرمان میشی، به کی اعتماد میکنید بدی بزنه پنالتی تو؟ پنالتی مو به علی دایی جواد نکونا. اینا نیستن دیگه. آه از قدیم یا الان رو میگی؟ الان خیلی هم استرس بالاست الان خداییش، مثلا الان گلستیانه خیلی خوب پنالتی میزنه تو پرسپولیس. آره واقعا وای میسه پشت تو. آره. آدم ریلکس، من به ایشون میدم بزنه. سردار آزمون یه مصاحبه کرده بود چند وقت پیش، گفت ماها دست به یکی کردیم که ویلموت برکنار شه. خداییش دست به یکی کردی تا حالا تو همه سالای فوتبالی؟ من هیچ وقت. من ببین من کنار. اصلا با مربی که اصلا هیچی. من حتی با بازیکنای رقیب خودم هیچ وقت، من حتی با رامین پرسپولیس هم پست بودیم دیگه. بله. هم پرسپولیس هم پست بودیم، از اونم با هم می‌رفتیم تیم ملی. تیم ملی. رامین خودش هم میدونم اصلا آدمی نبودم که زیرا به کسی رو بزنم و میدونستم و به من گفته بودم من بخوام بدی کسی بخوای خدا از اون بر ده برابر میذاره تو کاسه. و هیچ وقت من اصلا بدی، حتی زمانی که رو نیمکت بودم برای رقیبم آرزو موفقیت و مخصوصا سلامتی میکردم هیچ اتفاقی براش نیفته. من تو یه گلم زدم رفتم تو بغل رامین، حتی شادی گلم هم هست تقسیم کردم. هیچ وقت زیراب نه مربی، هیچ کس همیشه صاف و ساده بودم. خیلی هم ضرر کردم، خیلی، ولی اون ذات خودم رو هیچ وقت نتونستم عوض کنم. ولی لذتشو الان میبری. آره دیگه. همونی که مردم منو دوست دارن، اون احترامی که مردم برام میذارن، حتی هواداری تیم رقیب برام، اون از خدا هزار میلیارد تومن بیشتره. آها از کجا مطمئن بودی اینقدر که بیرانوند میمونه پرسپولیس؟ که استوری گذاشتی واسش قلبم گذاشتی؟ من پیشش بودم آخه. خیلی میگم من اصلا فقط استوری گذاشتم که علی میمونه. این اون میماندم اون جمله معروف پیکو و نیمار بود دیگه، که پیکو نیمار اینطوری تو بغل گرفته بود نوشته بود اون میماند فردا شب پاریس سن ژرمن. آره من میگم، من به علی میگفتم علی زنگ بزن، استوری میذارم فوش دادم بهش، گفتم اگه همچین اتفاقی نیفته. من گفتم علی من استرس گرفتم همچین اتفاقی نیفته. نه بابا، بازیکن تیم ملی و بعد بری دیدار رئیس جمهور، آقای رئیس جمهور رو در رو میبینی و بهش چی میگی؟ سلام میکنم. چیز خاصی نبر؟ هیچی، صحبتی نداریم آخه با هم. سلام میکنم. و میرفتی با بچه های تیم ملی؟ اصلا باید بری. بایدیه خیلی بریم. هم حاشیه شد براشون دیگه. یه سری اتفاقات حالا تو اون جلسات افتاد، اصلا این که باید بری، همه ما هم رفتیم قبل جام جهانی پیش آقای روحانی. بله همه این بچه ها هم رفتم بعد ها باید بری. آره یه تشریفات، آره تشریفات باید بری دیگه. آره خیلی بولش کردن دیگه. میگم یه سری اتفاقات افتاد که حالا مردم هم میگم ناراحت بودن اون تایم دیگه، ولی میگم من میرفتم سلام میکردم، حالا دستی حالا هرچی، همونجا یه سلام میکردم. چون اصلا ما که نباید حرف بزنیم، اون مسئولان خود آقای رئیس جمهور به حرف بزنن. تو روزهای سخت زندگی همون 5 روز حتما آدمی بوده که ازش توقع داشتی ولی تنهات گذاشته،
یا بعدش زنگ نزده. اسم نمیخوایم ببریم. نه اسم نمیبرم اصلا. نه اصلا شأن شما این نیست که اصلا اسمشون رو ببرید. ولی یه جمله بهشون بگو. یه جمله. چون میدونم آدم نامعرفتی. آره امیدوارم. ببینید من تو زندگیم اینطوریه، هر کی بهم بدی میکنه من با خوبی جوابشو میدم. آفرین. من اصلا همچون آدم، من هیچ وقت بدی و با بدی اصلا جواب نمیدم. من در حقش خوبی میکنم که طرف شرمنده بشه. واسه همین دلت میشکنه خیلی. آره. خوبی و جمله که میتونم بهش بگم اینه که ایشالله تو زندگی هیچ وقت گرفتار نشی که توقع داشته باشی بیان کمکت کنن، چون شما خودتون تنهایی زندگی نمی کنی که با یه سری آدم هایی که دور براتون هستن تا آخر عمرتون زندگی میکنی. اونا حسین ماهینی از دست دادن دیگه. چی بگم والا. کجا احساس کردی نحسی 13 بالاخره گرفته؟ خدا رو شکر 13 برای من اصلا نحس نیست. آره خیلی هم روش تاکید داری. آره 13 اصلا نحس نیست. آره برای من نحس واقعا عدد خوششانسی منه کلا. فرض کنیم که یه وی ای آری داری، میتونی برگردونی همه چیو. اگه اون وی ای آره باشه تو زندگی شخصی یا فوتبالی ازش استفاده میکنی یا کدومش؟ و اینکه چه کاری انجام نمیدی؟ چه کاری انجام نمیدم؟ آره سوال سختیه. خب ببینید همه تو زندگیشون یه سری اشتباهات داشتن، یعنی هیچ آدمی نیست که بگه من هیچ اشتباهی نداشتم. همه داشتم، منم داشتم، خیلی های دیگه هم داشتم. ولی کار اشتباه یادم نیست چقدر کار اشتباه کردم که اصلا یادم نیست کدوم رو بعد دارم. این همه گفتی چقدر تو خوبی، چقدر فدا، اینقدر کار اشتباه کردی. آره اشتباه شخصی بوده، اشتباه اصلا تو چه میدونم تو بیزینس هم بوده، نمیدونم تو سلام علیک بوده، چه میدونم تو رفتارم بوده، خیلی اشتباه پیش میاد ولی یادم نیست واقعا. ولی بخوایم ورزشی حساب بکنیم خدمتتون عرض کنم، یه اشتباه ورزشی من، البته اونم دیگه نمیتونستم، من دو سه تا پیشنهاد داشتم بین سایپا و مثل رفسنجان و یکی دو تا تیم دیگه بود. بله. من نمیدونستم چه اتفاقی میفته که سایپا رو انتخاب کردم به خاطر اینکه من هم خانومم باردار بود، باید حتما باید تو تهران میموندم، همین که دیگه من مایسا مثلا مهد کودک میرفت، ما تهران خودمونیم دیگه، خب اقوام همه شهرستان هست و باید پیش بچه ها میمونده. من گفتم آقا سایپا رو انتخاب بکنم چون تهرانه. مثل رفسنجان هم میگفت آقا بیا مثلا فقط برای بازی ها میریم اونجا. من گفتم نه، من قرارداد دو سالم، شما سال بعد اصلا رفتین اونجا، تازه پولش هم بیشتر بود. ولی من برای سایپا موندم که متاسفانه تیم هم خیلی خوب بود ولی یه سری اتفاقات افتاد که تیم افتاد. اصلا حقمون هم نبود، یه بازی پنالتی برامون گرفتن، سه امتیاز نداد، اصلا یه اتفاقاتی افتاد. اون بزرگترین اشتباه ورزشی من، میگم مجموعه سایپا خیلی هم مجموعه خیلی خوبیه، همه چی روتین اوکی، آدمای خوبی هم توش هستن، ولی اشتباه ورزشی من انتخاب تیمم به جایی که برم مثل رفسنجان انتخاب بکنم رفتم سایپا. میگم مجبور بودم چون خانم من باردار بود، باید تو تهران میموندم. یه قولی به خودت میدی برای 10 سال آیندت؟ یه قول؟ آره که الان یه سرمربی فوتبالی دقیقاً میخوام یادگاری شه که اون موقع وقتی دیدی بگی اه مثلا 10 سال پیش من اینو گفتم. من میگم هدفم تو همیشه هدف داشتم تو زندگیم. تو استقلال اهواز که بودم تو اتاقم که میخوابیدم رو دیوار نوشتم پرسپولیس تیم ملی و زیرش هم نوشتم غرور، روشو خط زدم رو غرور. و من هر شب که میخوابیدم این دوتا رو نگاه میکردم میخوابیدم، این ستا رو نگاه میکردم میخوابیدم. و اون بچه هایی که خدا شو به این دوتا رسیدم، خیلی بیشترم بهشون رسیدم و کاپیتانی پرسپولیس خودش 10 تا جام لیگ برتره و اون غرورم که روش خط میزدم، من به خودم میگفتم هیچ وقت مغرور نشم. و اونایی که با من بودن میدونن من همون حسین ماهینی بودم که ایران جوان 18 سالگی 17 سالگی ایران جوان بود تا بیاد تا همین حسین ماهینی که الان جلو شما نشسته، یک ذره اصلا عوض نشدم اصلا. خیلی دقیقاً من همیشه به بچه‌ها میگم، یه نفر اینجوری میمونه، من میگم به بچه‌ام همیشه میگم، حالا به قول معروف اون مثال درخت دیگه، هر چی پربارتر افتاده‌تر، میگم من اصلا آدم افتاده‌ای هم نیست، از خودم اصلا تعریف نمی‌کنم، ولی
به اینی که هیچ وقت عوض نشدم افتخار میکنم. افتخار میکنید. ما شما افتخار میکنیم. مرسی که دعوت ما رو پذیرفتی. کلی اتفاقای خوب تو راه با حسین ما. مرسی.